وقت شما بخیر. خوش آمدید و خبر امشب سه‌شنبه سیوم میزان 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 22 اکتبر 2019 میلادی. سرخط خبرها. تصمیم آمریکا بر ازسرگیری گفتگوهای صلح. توقع و خواست دولت افغانستانی است که تمام تلاش ها در محوریت و مالکیت مردم و دولت افغانستان باشد. بررسی مرکز دیجیتالی اطلاعات کمیسیون انتخابات. فقط دهلیز خلاص شوی و او دا چه ولی خلاص شوی بلی دا زمان دا پار سوال و پیروزی نخست وزیر کانادا در انتخابات. خوش آمدید. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را از بروکسل و دیدار با دبیرکل ناتو آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد در این سفر با متحدانش در بروکسل، پاریس و روسیه در مورد تسریع تلاش‌های صلح افغانستان صحبت خواهد کرد. حکومت افغانستان از آغاز سفرهای آقای خلیلزاد استقبال کرده. خاطر نشان می‌سازد که صلح با مالکیت افغان‌ها را خواهان است. همزمان با این یک منبع نزدیک به طالبان میگوید که پیش از پایان این دوره سفرهای آقای خلیلزاد نشست میان افغانی در چین برگزار خواهد شد. علی اصغری. پیام از سرگیری مذاکرات صلح بار دیگر میان آمریکا و طالبان. وزارت خارجه آمریکا اعلامیه داده است که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه این کشور برای صلح افغانستان جهت رایزنی در مورد مذاکرات با طالبان عازم بلژیم، فرانسه و روسیه شده است. آقای خلیلزاد تازه با دبیر کل ناتو در بروکسل دیده و تعهد او را برای حمایت از روند صلح افغانستان گرفته است. دولت افغانستان از این سفر استقبال کرده، میگوید تلاش های کشور متحد در زنده است، ولی صلح به رهبری و مالکیت افغان ها خواهد بود. ما از علاقمندی کشورها مانند آمریکا برای پروسه صلح افغانستان استقبال میکنیم، اما توقع و خواست دولت افغانستانی است که تمام تلاش ها در محوریت و مالکیت مردم و دولت افغانستان باشد. خوشبینی های وجود دارد که با آغاز این سفرهای خلیلزاد آمریکا مذاکرات متوقف شده با طالبان را از سر گیرد. مذاکراتی که تا دم امضای توافقنامه هم رسیده بود. بین طالبان و آمریکایی ها گپ زده میشه فایده ملت افغانستان در مجموع چی است؟ او اینمی باشه باید نتیجه می باشه که آتش بس شود و دیگه بعد از این مسائل از راه جنگ نه از راه گپ زدن حل شود. یک منبع نزدیک به طالبان میگوید چین میزبان مذاکرات میان افغان ها تا سه روز دیگر خواهد بود که در آن نشست از سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان دعوت شده. نشست بین الافغانی که از حکومت افغانستان کسی دعوت نشده، صرف سیاسیون افغانستان است تحت رهبری احمد کرزی و یک تعداد از طرف طالبان دعوت شدند و این نشست بین الافغانی در چین ان شاء الله تعالی که برگزار میشه. شورای امنیت ملی میگوید حکومت افغانستان از برگزاری نشست میان افغان ها در چین آگاه است. په چین کې د احتمالي جوړیدونکو کانفرنس موضوع لمک سره شریکه شوی ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. وزارت خارجه پاکستان هم گفته که برای پشتیبانی از گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا در نشست چین شرکت میکند. قرار است تعهدهای تازه در نشست وزیران دفاع ناتو به افغانستان اعلام شود. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که حکومت باید با یک اجندای قوی برای جلب بیشتر کمک‌های نظامی به افغانستان در نشست ناتو حضور یابد. در همین حال آگاهان نظامی میگویند که مشکلات زیادی نظامیان کشور در میدان‌های نبرد دارند و وزیر دفاع باید با یک طرح جدید و پیشنهادهای قوی وارد این نشست شود. سمی جهش. چگونگی کمک‌های همپیمانان افغانستان محور اصلی نشست وزیران دفاع ناتو. به باور بسیاری ها در افغانستان کمبود تجهیزات هوایی و تقویت نیروهای امنیتی دو مورد مهم است که باید حکومت افغانستان بتواند کمک های جامعه جهانی را برای تقویت نیروهای رسمی با خود داشته باشد. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید سرپرست وزیر دفاع ملی باید به یک اجندای قوی برای جلب بیشتر کمک های نظامی به نیروهای ارتش در نشست ناتو حضور یابد. موارد ضعف ما نسبت به دستاوردهای ما زیاد است.
اما ما توقع داریم که وزیر صاحب دفاع از آدرس افغانستان موارد را با خود انتقال بکنه، بتانه جذب کمک های جامعه جهانی را در با نظامی ما داشته باشه. طبعا حمایت مالی بیشتر نیاز داریم، تجهیزات نیاز دارن نیروهای امنیتی افغانستان، در این زمان فراهم ساختن زمینه تحصیل برای یک تعداد کثیری از نیروهای امنیتی برای خارج از کشور به خاطر بلند بردن ظرفیتش. در همین حال آگاهان نظامی نیز به این باورند که سرپرست وزیر دفاع ملی باید با یک طرح جدید وارد نشست شود و کمبودی های ارتش افغانستان را روی بحث بگیرد. دی باید دیندینه دی چالاکینه او دی رابگیرینه استفاده او که پر بروکسل که او اغا کمکونه را جرب که دور مملکتو خوصاً در امریکا چه پراس گیره چی دیر تا موک پچیشه که نمگرتیا بیره. در بخش وظایف، در بخش تشکیل، در بخش جلب و جذب پرسنل، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تجهیزات، در بخش تسهیلات، در بخش بودجه، در بخش فعالیت ها، در بخش پلانگذاری که نوع اصل هست که یک اداره را استاندارد می سازه در صورتی که روش های استاندارد استفاده شود. خواست آمادگی های وزارت دفاع ملی در این نشست را با خود داشته باشیم، اما دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی حاضر نشد در این مورد چیزی بگوید. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران دسته های انتخاباتی امروز برای بررسی وارد مرکز دیجیتالی اطلاعات شدند. اعضای کمیسیون هرچند میپذیرند که نیروهای ویژه و دستور مشاور امنیتی دبیرخانه کمیسیون قفل درب عمومی مرکز اطلاعات را شکستاندند، اما به گفته آنان نظامیان وارد اتاق اصلی انتقال اطلاعات بایومتریکی نشدند. کمیسیون میگوید که نمبرهای قفلهای محافظتی اتاق اصلی اطلاعات تغییر نکرده بود و هیچ گونه دستبردی در اطلاعات زده نشده. ناظران دسته های انتخاباتی اما میگویند که پیش از وقت است تا درباره عدم دستبرد به اطلاعات اطمینان بدهند. دیانا سمدی. پیش از چاشت کمیسیون زیر بار ملامت و انتقاد تند برخ دسته های انتخاباتی، برخ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اینجا میپذیرند که درب عمومی مرکز دیجیتالی اطلاعات از سوی نیروهای ویژه شکسته شده و این نیروها وارد دهلیز شدند، اما رئیس کمیسیون دلیل ورود نظامیان را پناه بردند به مکان گرم در برابر سردی میخواند. فقط دهلیز خلاص شوه و او دا چه ولی خلاص شوه بلی دا زمانگ دا پار سوال و امو کارمند لطف الرحمن خواسته میشه، کارمند مسئول بخش امنیتی خواسته میشه دا حضور داشت از واح پس امیسیل قطع میشه و دا اونجا امیس سربازای سیاریو پیره میکنن میشینن دا دهلیز. چرا به خاطر یکی اینا گرم شوند و ایسیل پرانده شوند، ای بر ما چی نیست؟ یعنی قابل تایید نیست؟ ناظران دست انتخاباتی عبدالله عبدالله تا پس از چاشت هم اجازه باز شدن مرکز دیجیتالی اطلاعات را نمی دهند. ما به صورت قطع موافق از این نیستیم، هر کسی که این دیتا را داخل میکند در دیتا سنتر و در سرور در اون صورت بحرانی که ازی به وجود می مسئولش بدوش خودشان است. اما پس از چاشت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با ناظران دسته های انتخاباتی وارد اتاق اصلی اطلاعات بایومتریک می شوند و به بررسی رویداد پسین می پردازند. که این مسئله را یا ببینند، اطمینانشان حاصل شود و قناعتشان فراهم شود که ما بخیر کار خود شروع بکنیم. اعضای کمیسیون میگویند که نمبرهای قفل ها نشان میدهند که نظامیان وارد اتاق اصلی انتقال اطلاعات نشدند و به اطلاعات دستبرد زده نشده است، اما ناظران برخ دسته های انتخاباتی برای قضاوت انتظار پایان موشگافی روی این مسئله را دارند. کرکینیا واز است، ما نمیفهم که از کرکینیا کسی داخل شده یا نشده، او ما نمیتونیم بگویم برش تابال معلوم نیست. خود از یک گفتن که دیجا نفرای کمیسیون که دولت ساز ایجا بودن، یعنی وادس نزدن. از اینجا قرار است اطلاعات دستگاه های قرنطینه شده و ذخیرگاه مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شود و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از چند ساعت اینا خواهند توانست که اطلاعات تمامی از این دستگاه ها که تعدادشان به بیش از 2,500 میرسد داخل ذخیرگاه مرکزی این نهاد کنند. اگر آیانا این سرور جور می بود و این حادثه به وجود نمی آمد، این دیتا وقت خلاص شده بود. کار 3 ساعت 4 ساعت است.
کمیسیون میگوید که اگر چالش پسین برداشته شود تا یک روز دیگر روند انتقال اطلاعات به سرور پایان خواهد یافت و کمیسیون بر روند جداسازی آرای پاک از ناپاک خواهد رفت. خبرها را در آریانا نیوز ادامه می دهیم، اما وقفه کوتاه در آریانا. شورای نامزدان ریاست جمهوری از آنجا که به بحران رفتن روند شمارش آرا و رویارویی دسته های انتخاباتی دولتی می خواند، اعلام نگرانی می کند. این شورا می گوید که تنش میان برخی دسته ها کارهای فنی و حقوقی انتخابات را به چالش کشیده و بهره‌گیری از فرصت تأخیر در اعلام نتایج بستر سازماندهی تقلب و کشمکش ها را فراهم کرده است. برخی نامزدان ریاست جمهوری همچنان دیدارها و تماس های نامزدان دولتی را با کارمندان کشورهای خارجی پرسش برانگیز می‌خوانند. همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات تایید می‌کند که از 4 روز بدین سو روند انتقال اطلاعات به مرکز عمومی اطلاعات متوقف شده. شاپور فرهمند. در این روزها کارها در کمیسیون مستقل انتخابات به گونه عادی به پیش نمی‌روند و هر روز بر چالش‌های انتخابات ریاست جمهوری افزوده می‌شود. چنان که شورای نامزدان ریاست جمهوری روند شمارش آرا را رو به بحران رفتن و پیچیده تر شدن می‌بیند و به این باور رسیده که تنش‌ها میان برخی دسته‌های انتخاباتی که در دولت هم حضور دارند روند انتخابات را به چالش فنی و حقوقی روبرو کرده است. نزد شماری از نامزدان دیگر انتخابات، اتفاقات اخیر در کمیسیون انتخابات پرسش برانگیز شده است. انشای کمیسیون مستقل انتخابات کار خود درست انجام بده، به نفع تیم خاص کار نکنه و حوادثی مثل حوادث دیشب که بس باز شدن یک از قفل‌ها به هر بهانه‌ای که بوده اونا نباید دوباره اتفاق بفته و اون کاری هم که شده باید مسببین و کسانی که کار انجام دادن باید به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی بشن. این نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری کارهای کمیسیون انتخابات را از همان آغاز انتقاد می کند و می گوید که تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات بسترساز سازماندهی تقلب در آرا شده است. شرم‌آور است واقعا، برای نظام شرم‌آور است، برای یونما و آمریکایی ها شرم‌آور است. اصلا می خوان بحران در این کشور باشه. خب شما خیلی یاد می گیرین، چی وقت بلد میشین؟ در 20 سال یاد نمی گیرین چگونه که انتخابات برگزار بکنین؟ شمار زیاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از آنچه که در کمیسیون انتخابات می‌گذرد خوشنود نیستند، به ویژه در شمارش آرا. سوی دیگر کمیسیون هم می‌پذیرد که از 4 روز بدین سو روند انتقال آرا به بانک اطلاعات کمیسیون متوقف شده است. مکتوب رسمی در ملوک ما دریافت کردیم که در 4 روز گذشته هیچ چیز داخل سرور نمی‌شد و مشکلات تکنیکیشان بود. از رئیس دارانشاه خواهش میکنم که مکتوب امیال کاپیش بر شما بده که رسما شما با ملت افغانستان شریک بسازید. بر روز دوشنبه یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات هم کمکاری در کمیسیون را پذیرفت و گفت که برخی کارمندان کمیسیون باید به دادستانی معرفی شوند. رویدادهای جهان پس از رفت و برگشت. شورده چند رویداد از جهان. جستن توردو نخست وزیر کانادا در انتخابات این کشور پیروز شد، اما نتوانست اکثریت مجلس را به دست آورد. او در جمع هواداران خود حاضر شد و گفته است که مردم کشورش با گزینش مجدد او در انتخابات دوشنبه به نفع یک برنامه مترقی رای دادند. او تغییرات اقلیمی را بزرگترین چالش زمان حاضر خوانده و گفته که مبارزات با تغییرات اقلیمی را در اولویت برنامه دولت خود قرار خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروزی آقای توردو را تبریک گفته است. با شمارش تقریبا همه آرا، حزب لیبرال بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده، اما نتوانسته حائز اکثریت کرسی ها شود. احتمالاً آقای توردو تلاش خواهد کرد با حزب دموکراتیک نو ائتلاف کند. مجلس عوام پارلمان کانادا 338 کرسی دارد. رهبران ترکیه و روسیه در شهر سوچی با هم دیدار و گفتگو می کنند. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور ترکیه و روسیه روی عملیات نظامی در شمال شرق سوریه و وضعیت در آنجا گفتگو می کنند. این دیدار در حال صورت می گیرد که مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است اگر کردها از شمال شرق سوریه بیرون نشوند، عملیات نظامی علیه آنها از سر گرفته خواهد شد.
آتش بس موقت 5 روزه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در سوریه برقرار شد. ناروهیتو رسما بر تخت امپراتوری ژاپن نشست و 126مین امپراتوران این کشور شد. مراسم تاجگذاری ناروهیتو 59 ساله روز دوشنبه در توکیو برگزار شد. مقام های بیش از 170 کشور جهان در این مراسم شرکت کردند. او سوگن یاد کرده که مطابق قانون اساسی عمل می کند و مسئولیتش را با عنوان نماد دولت و وحدت مردم انجام خواهد داد. ناروهیتو جانشین پدرش آکیهیتو شده است. ناروهیتو نخستین امپراتور ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم بعد دنیا آمده است. شو اقتصادی هم تا دقایق دیگر. به این بخش هم خوش آمدید. نخستین کارگاه بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در کابل برگزار شد. هدف این برنامه ارائه خدمات انرژی قابل تجدید برای شهروندان کشور گفته شده و قرار است در 5 سال در سراسر کشور به اجرا گذاشته شود. رئیس شرکت برق افغانستان میگوید که 50% هزینه این انرژی را مشترک ها میپردازند و 50% دیگر از سوی دونرها و یا هم از سوی دولت به همکاری سکتور خصوصی پرداخت خواهد شد. وزیر انرژی و آب میگوید با تطبیق این پروژه شهروندان میتوانند هم مشترک برق باشند و هم فروشنده. ادریس قادری. اینجا نخستین کارگاه بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در افغانستان راه اندازی شده است. قرار است تا 5 سال آینده در سراسر کشور روند استفاده از انرژی خورشیدی یا انرژی قابل تجدید به اجرا گذاشته شود. در مرحله اول این پروژه ولایت کابل، در مرحله دوم ولایت های پروان، بلخ، قندهار، ننگرهار، هرات و در مرحله سوم سایر ولایت ها مورد پوشش قرار خواهند گرفت. هزینه 1 کیلووات این انرژی در مجموع 1800 دلار است که در نخست نیمه از هزینه را باید مشترک به صورت اقساط در مدت 3 سال بپردازد و هر چه ظرفیت کیلووات بلند باشد هزینه فروش کاهش می یابد. 50% مشترکی خورش میده، 50% دیگه برای 10000 خانه را بانک آسیایی قبول کرده است. برای 10000 خانه را که یو توافق رسیدیم با جایزه که FW تفاهم است که اونا تا 30000 تا 40000 خانه را اگر قبول کنند در بودجه 2019-2020 هم قبول میکنند. قرار است با اجرایی شدن این برنامه شهروندان بین 1 کیلووات تا 1 مگاوات برق به دست آورند و برای 5 سال خدمات فنی انرژی خورشیدی هم رایگان خواهد بود. سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید که مشترکین می توانند انرژی اضافه بار را دوباره بر شرکت برق به فروش برسانند. شما همزمان هم مولد برق هستین هم مشتری برق. نیت میترین به این معنی است که شما یک میتر دو طرفه دارین. ما بحث‌های تکنیکیش را همراه برشنا داریم که آیا 2 میتر باشه یا 1 میتر، معمولا 1 میتر می باشه. شما دبت و کردت میکنین. یعنی به این معنی که شما برق به شبکه تزریق میکنین روزانه، همونطور که بیشتر غالب صاحب گفت، و شبانه شما برق پس دوباره میخریم. قرار است کار عملی این پروژه تا 1 ماه دیگر آغاز شود. در حال حاضر افغانستان 40 مگاوات برق خورشیدی تولید میکند و با تطبیق این پروژه تولید انرژی خورشیدی از 40 مگاوات به 2000 مگاوات افزایش خواهد یافت. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 86 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومانی ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی و 1000 کلدار هندی 1100 افغانی. با رویدادهای ورزشی باز می‌گردیم. به این بخش هم خوش آمدید. میله‌پوشان باولینگ افغانستان رقابتشان را امروز در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا برابر حریفان آغاز کردند. میله‌پوشان کشور پیش از آغاز 25مین دور رقابت‌های آسیایی باولینگ 3 جلسه تمرینی فشرده را نیز در کویت برگزار کرده بودند. رشاد مشعل. 25مین دور رقابت‌های آسیایی بولینگ وارد 3مین روزش شد
و ملی پوشان کشور از امروز نبردشان برابر حریفان را در بخش یک نفره آغاز کردند. خوشحال هستیم که به سطح بازیکنهای تیم افغانستان هیچ فرق با بازیکنهای کشورهای دیگه نداره. خوشبختانه خوشبختانه افغانستان همچنان مثل کشورهای دیگه از اونا که بهتر خوبتر خود یافتیم ما. سطح برگزاری مسابقات بلند خوانده می شود، اما مسئولان فدراسیون ملی بولینگ از آمادگی بازیکنان تیم ملی کشور سخن می زنند. 27 کشوری که به مسابقات اشتراک کردن، هر کدامش تجربه چندین بار حضور به مسابقات را دارن. میتونن بازیکنان ما ای امیدواری را بر ما بتن که امروز به مثل اونا، اگر به مثلشان نه کمتر از اونا نمیده بشن. گفتنیست این رقابت ها با حضور بیش از 300 ورزشکار از 27 کشور به میزبانی کویت برگزار شده که 5 ورزشکار، 2 دختر و 3 پسر در میانشان از افغانستان نمایندگی می کنند. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا راهی شهر رومیه ایران شدند. تیم ملی فوتسال کشور در گروه اول منطقه مرکز آسیا با تیم‌های ملی فوتسال ازبکستان، تاجیکستان و نیپال هم گروه شده است و فردا در نخستین بازی خود به مساف ازبکستان می‌رود. گفتنیست که در پایان دو تیم هر گروه که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به طور مستقیم به جام ملت‌های 2020 فوتسال آسیا صعود خواهند کرد. وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. جلال‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. ممنون از همراهیتان در آریا. تا دقایق دیگر هم در آریانانیوز با پس از خبر باز می‌گردیم.